است. همه سکنه مکه با هر کی شاهی موظف به رعایت آن می باشند. نشان خیانت بر دستان این مردان می خورد تا عبرتی باشد برای دیگران. سامن مروت امرگاه تونیس عبدالوسا، این از گذشته درتا مانده. کمک به حالی شب پیمان شکنیست و جزایی جز این ندارد. این پیمان بوی برادر کشی میدهد. این خیانت توست به خاندانت. او در پناه من است ابولهب. اگر شمشیری از نیام بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. این عموزاده من حمزه است که روی پوشیده از شهر میگذرد و درشتی میکنند. از غبار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. مرا دشمن خود بخوان، بگو آنچه داری. گوش شنوا و چشم بینایی نمیبینم. چشم و گوش مکه منم حمزه. حرفت رو بزن. خیلی منی هاشم میخوام. خیر تو شر توست ابو سفیان. کجراه نرو حمزه. من اگر پای عهدنامه تبعید محمد و پیروانش را مهر نهادم، بیم داشتم مبادا محمد با این کار خدایان خون این شهر را به جوش آورد. بازش کنید. مکه خیانتکاران را در خود جای نمیدهد. آنکه پناهش داده ای دیگر نمیتواند اینجا بماند. ساموئیل، فردا پیش از غروب آفتاب این شهر را ترک میکنید. در طول 7 سالی که از دعوت پیامبر میگذرد، مشرکان تنها به آزار شکنجه راضی نشدند و در پی آن بودند که پیامبر را به قتل برسانند. این چنین است که محمد و یارانش از مکه بیرون آمدند و به شعب ابی طالب میان 2 کوه نزدیک مکه پناه آوردند. مشرکان نیز راه ورودی شعب را بستند تا بر اساس پیمان نامه‌ای که امضا کرده بودند مانع ورود غذا و کالا و رفت آمده اهالی مکه شدند. این 3 سال است که ما مسلمانان در این دره خشک و با نهایت رنج و تنگدستی و گرسنگی کودکان به سر میبریم. پیامبر فرمود نوزاد دختر دری است گشوده از درهای بهشت بر روی شما. قدمش مبارک. او نام مادر خود را بر روی دختر شما گذاشت، آمنه. و این خرما را به تبرک داد و فرمود شیر مادر را زیاد میکند. تا کجا رفتین؟ 5 روز راه بی‌حاصل، دریغ از یک دانه جو، دریغ از یک قبیله بیابانگرد که سکه ما بردارد. خبر تحریم تا دورترین قبایل رسیده. نترس، این آوازه دین خداوند است که پیکایشان ناخواسته به همه جا رساندند. پیامبر در گوش نوزاد زمزمه‌ای کرد، دلم روشن شد. گشایشی در راه است. سران مکه باور نمی کردند که محمد و یارانش چنین صبر و تحملی را از خود نشان دهند. استقامت مسلمانان باعث شد تا نشانه‌هایی از تفرقه در میان سران مکه به چشم بخورد. ابو طالب سران 10 قبیله در دارالند و گرده هم آمدند به انتظارتان. مراقب خانه پیامبر باشید. علی جان، کار تقسیم تمام شد. پیامبر تنها نماند، در کنارش بمان. به روی چشم پدر. چه جای مخالفت است وقتی همه خواهان فسخ تحریمند؟ من بیشتر از همه دلتنگم برای خویشانم در بنی هاشم. مکه به استقبال محمد می رود اگر خواست بزرگان این است. چشم بر خدای دیدنی می بندیم و دل می سپاریم به خدای نادیده. تو بگو آس، حاضری سفرت را با غلامانت تقسیم کنی؟ تو شام، حاضری زنت به پشتگرمی خدای محمد حرف روی حرف تو بزنم؟ تو میخواهی دکان عیش و نوش کاروانیان را تعطیل کنی؟ پس تو هم پدرانت را انکار کن. همه خدایان زائران را بشکنید و بنشینید به انتظار تا کی کاروانی از این سو بیاید. اگر سود بزرگان در این است، پس چرا من همراه شما نباشم؟ بزرگ قریش، مکه روز می شمارد تا تو را دوباره در جمع خود ببیند. بزرگان هنوز صدر مجلس را به نام تو می شناسند. خوش آمدی ابو طالب. وقت تنگ است و گفتنی بسیار. من صدای جمع می شوم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نامآورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. میدانی محمد امروز می توانست در چه جایگاهی باشد؟ نه بالاتر از آنچه هست، برگزیده خداوند. ابو طالب، زمان حج امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم که فقط با تو می شود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شده، اما می خواهم بدانم او چه بهایی می پردازد تا ابو سفیان به آیینش درآید. ایمان مال و تجاره نیست ابو سفیان. او برگزیده خدا باشد، من هم مریدش، با هم پیمان می شویم. چه عطری خوشبوتر از دستهای بیعت کننده. می شود دل را از ایمانش سرشار کرد اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابو طالب، آیا این مردم خدا ندارند؟ مناسک نمی دانند؟ نگو نه، کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر زعیم بشود. و تو هم همینطور ابو طالب، با نامت می توانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی. خودت خوب می دانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است. نقاب از آن قصه دیگری که پنهان کرده ای بردار ابن هر. قصه دیگر؟ با من بیا. طاقت این قوم به سر آمده، همه یک رأی و یک پیمان. سپیده که زد از دست من هم کاری ساخته نیست. جنگ قبایل؟ آنها که خود را به حرکت می‌افکنند خون بها ندارم. هرگز نه بر خونی پا گذاشتم نه خونی بر دامنم نشسته، مگر اینکه دیگران نشانده باشم. ابوطالب، اگر محمد دست از ادعایش نمی‌کشد، بنی هاشم دست از حمایت او بردارد، آنگاه شمشیری در میان نخواهد بود. و تیغ بر گلوی مرد بی حمایتی بنشیند که پیامبر خداست. وقتی آسیاب جنگ به چرخش در میآید، بنی هاشم دانه است میان سنگ زیرین و زبره. مهلت تا آفتاب فرداست. که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنان را در مسیر تباهی قرار نداد؟ خداوند گروه پرندگانی را فرستاد تا با سنگ‌های کوچکی آنان را هدف قرار دادند و سرانجام ایشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت. در اوج هیاهو حضورت آرامم میکند. اولین بار که در وجودم حست کردم، گرمای بودنت تسکین غم بیخبری از پدرت بود در آن سفر بی بازگشت. امنه کجاست؟ راضی نشد بیاید. چه کنی؟ سنگداخ کوه برای زن آبستن امتر است. نمانت هایی برادرم، تنهایش نگذار. برو ابوطالب بیا. تو در شهر چه میکنی؟ این زخم برای چی؟ سپاه فیلسوار همه شترهای پدر رو گرفتن، بزرگان طائف هم زاری کردند و امان خواستند. یعنی اینقدر نزدیکن؟ در مقمص اردو زدند، من بودم و بدلیل شاهد آنها را اسیر کردند. پدر کجاست؟ برمیگردم. پدر ایستا دیگه امکان ندارد، چندان مرد جنگی نمانده است. از همه قبایل به تعداد انگشتان دو دست. بدایل هم خبر از گله شترانتان آورده. سپاه ابرهه همه آنها را به غنیمت گرفته. از آمنه بگو. خسته ماندن دارد. او را به فاطمه سپردم. به همه کسانی که کعبه پناهشان است و میمانند رسیدگی کنید. به آنها که میگریزند نیز یاری رسانید. کسی را هم پیدا کن زبان حبشی بداند. من عبدالمطلب هستم، بزرگ مکه. عبدالمطلب نه، یه مکه تعلق. نو مكة تعلقنا عند الزموم بكابا كل في يجنه السير رجيم قديم كوبون بزرگ مكي وكيل الدور كعبه من در راه دروزم بزرگان هر شب به پای بوسی من آمدند. برکی کوشش کردن نیک بیجا آوردن و برکی نه. برکی را کشتم و شکستم و خدایشان. برکی نهادم و بخشیدم و خدایشان. اما کعبه مقصدی است که از آغاز داشتم برای شکستن. آمده ام بشنوم بزرگ مکه وکیل دور کعبه چه کاهش آورده است. اکنون کاهش میپذیرم در میدان جنگ نه. این خواهش من است. یعنی فلاگوت نه. سپاهیان سردار 90 شتر مرا به غنیمت گرفتند. یعنی وتدروج زتناگ ملوچن وسدو بینیان. جنگ نکرده غنیمت ندارد. اورن سایدرگ به مرکنیت ایازم. پس بگویید شتران مرا بازپس دهند با شتربانان. سلازي جمالوتشين أسملس اللي يجمل تبعك يوتشين. يا لتورنت يا لفيلمية. جانجنا كاردي فاتحنا كاردي. اتأم تجر ماله. از چشمم افتادی بزرگ مکه. انت مکت علک. کوهش تو از سردار فلسفه نجاتش تورنت بود نه شفاعت شهر و کانه خدایت. خدای مرا چه حاجت به شفاعت من؟ یعنی گی تکنی من ردتای فرلگان. من فقط مالک شتران هستم. یعنی بالا بیت نت به گمالوچه بیچالاینو. شهر و خانه خود صاحبی دارند. کتماون نبی تو بالا بیت هلو. این ابراهیم یه شملیچ. یمن استرادت به هوش نگوست احساس بیچینی های اون من ابراهیم حکمران یمن به امر پادشاه هم در حبشه عبادتگاهی ساختم درخشان چون خورشید و طلای دیواری از معبدم می شود تمام مکه را به مردمانش کرد تو پاسخ بده کلید دور کعبه پس چرا رونق بازار و دین و آوازه کعبه همراه با درجه هم نگرده؟ راز این کعبه چیست؟ من راز نمیدانم. اینه مسترون علاوکم. اما از کعبه میدانم همه سنگ است نه جواهر. ولو کعبه کدینگه اینو اتسرع ایدلم که اینکو. هیچ حکمرانی به فرمان هیچ پادشاهی نساخته. عرفت چاین الکل بکه. ولچوم لتورنت تزگاتو. کیمالوچون مل سیلت. میگویند اتراک تمام برای حمله آمده شوند شترانش را پس دهید و شتربانانش را از سپاه من دور شو این شتران نزد تو تا صبح امانت است خداوند بران بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشدند. ممرات ايو ممرات ممرات ايو ممرات ايو بوشه ایش آوردیم ایس بنه اسرائیل یفنیم اتوم و برادرای میسینن باب زراخ میسین دمو فیو بخار بران تا میری ودت خودش میلو اشتاد لبو افخوم آمیم کل کدوشم بیا دیخا بخم تو بودرک میخا ایزا میدم بودیخا تو رسی والا نموشه برای شکل خیلی چون نوری ناشا دیانت بیدید خیلی اون باید آمین همه را غذا دهید. کسی گرسنه از این سفره نرود. خوش آمدی برادر. گفتن ولیمه خیشان و بزرگان. هنوز پدر را نشناختی؟ بشناسم که بنشینم سر تهمانده سفره ریزه خوارا. از هر عزتی میگذرم خودم را خوار نمی کنم. دیر آمدی، کودکش گرسنه است. بانویم مهلت نمیداد بیایم. خیلی گرسنه است. سفره پدرت را دیدم که از مکه بیرون میزد. شادیانه است برای نوش. تو خوش نداری؟ عزتی است که میخرد برای نوزاد بی پدر. و مادری که شیر ندارد آن وقت کنیز من را برای شیر دادن به آن کودک میبرند. به تو گفتم از این ولیمه چشم بپوش. من به ولیمه نرفتم. رفت یا برگشتی با خفت؟ گفتی عزت خریدنی است. رفتم که از حراجش جا نمونم. چه شکل بود؟ شبیه عبدالله؟ ندیدمش. نگفتن شباهت به کی برده از این خاندان؟ هیچ کس را ندیدم. این هم سهم تو از حراج. عزتش سهم یتیم عبدالله شد و 8 عموی دیگرش. تو هم فرزند بیار تا سهم بگیری. از تو فقط آب از تنم به بغض. همین. درد تو منم یا نه؟ درد تو این است که عبدالله نگاهت نکرد و قرعه به نام دل بی صاحب من خورد. درد من این است که چون وجه آشتی شدم میان بنی هاشم و بنی امیه، از 10 پسر عبدالمطلب سهم من نه خوب روی خاندانش بود نه شجاعت. وجه آشتی که تو باشی دنیا آشتی بنی هاشم و بنی امیه نمیبیند. نفرین به تو! همه را وارسی کنید مرضی نداشته باشند. سر تا پا یک زخم جرب دیدید کل معامله سوخته. بطسخانده رو کاری سوا کنید. ببینید این از کجاست، کاربلد است یا نه؟ این یکی فروشی نیست. مکه اتفاقی افتاده؟ روزیست از روزهای ربیع الاول. برمیگرد. کجا؟ سفارش من. أنحن رعين الراج إيش بشمعي. I am Lord Ever Elohim. I am Moshe Melevaish. إفوهايش هسوت بإفوهاروت هايل. أنحن لو يخليم لرأوت هارسينا شباب منه. موشه بلوفران الوهیم و هموشیا نعلمیم ایتانو ایم لوهی فران هی ایرت شگر بابران و ابن اسرائیل هگرو علیا کده شهموشیا یوفیا بناهم به از شهویم بلیشم سفک شنولا زخار بنها نشیم هایلی فان شما مفتعد ماست حیلت هبرا یرداع الگوفا هنوشی فهی بنین و اخشاف از اتم یودیم دوار ولو سیموکلوم کدی لباد اوتو آنو اسرخیم لداد لیمی مع یودیم نولد بن یهودیم به مکه معاتیم شموئل لو نکفا موعد له فآت هموشیه هموفتع نهکات شنرع پرشان و تخامی و دوله خیبر ام هیا بنانو انو اسرخیم لشموع کریاتو بگیگوا انی الخ لخیبر آره کما یمیم بلفنه خن انی صریخ لفدوک مصاب هیا لدیم هنولدیم به مکه الصوم. الصوم. אנשים האלה לא, אבל אולי בשבילם. אז שנלך. תשועתנו לא פה. آن روز هر کس نام بت قبیله خود را بر روی فرزند خود نهاد، اما عبدالمطلب به کنار حجرالاسود رفت و به این سنگ آسمانی که یادگار زمان ابراهیم بود تبرک جست. دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟ این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران. در این نام یادی از خدایان نیست. در هیچ قبیله‌ای چنین نامی سراغ نداریم. نام هیچ پسری محمد نبوده. نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد! محمد! جمیله کنیزش را خواسته. صویبه تازه آمده. صویبه! شیر خوردن نوزاد طولی نمی کشد. کار و زندگی بانوی خودش را رها کرد آمده پیش شیر دادن بچه؟ این بچه پسر برادر توست و جمیله هم زنم. امان بده، مادرش کم شیر است. روز چندم است تو این بازی؟ صویبه کجاست که نمیشه نبد؟ صویبه! آمنه جمیله راضی نیست کنیزش بچه را شیر دهد. هنوز گرسنه است. نمیخواهم حرفی از نارضایتی در این خانه باشد. کنی دیوانه مرد میخوایی؟ بمان آب میخوام، در راه مانده ایم و تشنه. دو منزل جلوتر چه هست؟ حیوان بارکشم تلف شده. آفتاب توان رفتن را از ما برد. بمان تنگ است. بمانید، فقط جرعه‌ای تا خود را به چاه برسانید. جرعه‌ای وضع ما را میتوانید در آن سوی ببینید. جلو بیو. بیا جا می روی؟ مکه می رویم تا شیر این بچه را با کودکی قسمت کنیم عوض نان چند سر آهله. دیر آمدید، نامگذاری گذشت، به بازار دایانه می رسی. بگیر. در این بیابان باید به فکر مشک بیشتری می بودی. بزرگواری کردی مرد. خلوت کن، حرف دارم. زبان ما نمیفهمد. تو زبان ما میفهمی؟ جان به تن برادر زادت نیست از گرسنگی و تا دایه پیدا کنیم تلف میشود. کنیز تو شیر دارد و دریغ میکنی. بهایش را بگیر یا قیمت بگذار و کنیز را بفروش. کنیز را هدیه کردم به زنم. هدیه را نه پس میدهند نه میفروشند. زنت پدر جمیله عروس توست. از او بد نگو که حالا دیگر پاره دامن خود توست. از پاره دامن نه، که از پاره تنم گله میکنم. بنی امیه با دادن این زن به تو را از بنی هاشم خرید، یا نه خودت خاندانت را به ایشان فروختی. اگر نمیخواستی این وصلت سر نمیگرفت. چرا؟ از بنی امیه بوی قدرت شنیدی؟ از خاندان خودم چی گیرم آمده؟ قابل نداشت این بخل و کینه که تو به برادرانت داری ابولهب. چاقی مراقی نیمتا و ادرای منه و زور داره و ادرای החכם הגדול מכיר את הסימנים טוב. ומצפך המביך והידיעה שהבאת לבית הכנסת על חאורות של פרעם. הסימנים האלה אומרים שעלה שחר הגאולה, אז אנחנו נראה את האמת בקרוב. אני מודאג. אתה מודאג? יש עדויות על ההיוולדות, אבל סימנים על זכות המשיח. אומר שהיהודים שחיים במכה מעטים. לא נולד שום זכר בין המשפחות היהודיות בזמן שנרנו האורות. כל עוד יש המתנה אז תהיינה אשמעות על הישוע. אנחנו לא צריכים לחכות ולא שיהל שיפלח בין היהודים. אז מה משמעות המתנת היהודים 200 שנה מגיל לגיל עם המושיע ימי הערבים? אין שום תנאים להופעת המושיע אצל אלוהים. הם לא יהיה מאיתנו. משיבה עובד מחתך. לו יהיה המושיע, אלא הוא יהיה הנשארת שלך. אבותינו שנשאל את אלוהים שיופיע. מצד יש לי ספק, ומצד שני יש לי אומרים. האם לא זה דינו של פרעה, כפי שאומרים להם משה? אנו צריכים להכיר אותו, זה דין התורה. כי ילד יולד לנו, ונתן לנו ותהיה עם ישראל שכמו. ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביית שר שלום. למרבה חמישרה ולשלום אנקץ על כיסא דוד, ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה. מעתה ועד עולם כנעד יחווה תשבעות תעשה זאת. ואם לא, יהיה מאנשינו. איך יכול להיות שיש נביא לא מאיתנו והיה קיים על האמת? האמת ההושת בבחירת היהודים? לך למכה ותעסוק במסחר קבוע, וכפי שאישרת וחיית מאמין בבהירות האורות בפרעם. תחפש? על ילד יש לו סימן השלטון על הכתפיו. הסימן שהיו שאר הנביאים נושאים על כפות ידיהם. הערבים לא מאמינים בהמתנה למושיע. ואם מצא הנשמה הגדולה ההיא, כפי שהסימנים אומרים. הילד הוא כמו האוצר שיגאל אותנו מסלנו. תמצאו אותו. من با آسان می‌مانم. حارس، کسی من رو به دایگی نپذیرفت. از پشم گوسفندهایی که آوردیم فقط همین درآمد. چه باید بکنم؟ نمیدونم. این جمیل که جان برگشت ندارد. راضی باش، میبرمش بازار، بلکه دستمایه ازش در بیاید. بابتش تکیه نمیدهند. فقط دخترمان آزرده می‌شود. چاره‌ای ندارم حلیمه. بیا. بانوی من سخت پسند است، اما هر کدام را انتخاب کند مزد خوب می‌دهد. هر دو بیایید. بی خود دور شهر نگردانش، همه یک پرگوشت هم آب می‌شود. بدنش هم زخم دارد. به قیمت گوشتش بدهی مشتری اجرت ذبح هم نمی‌گیرم. پوستش هم مال خودت. کاری کن بانویت مرا قبول کنم. بچه هایم بی کسند و به نان محتاج. با ما هم سفره نمیشوی؟ به دلم افتاده بود مهمان میرسد. نگران نباش. اهل خانه میآیند تیمارش میکنند. خوش آمدی. بیا تو. خوش آمدی. بفرمایید. بچه رو آنجا بگذار کمی استراحت کن. برو. گرسنه هستم، شیر ندارم. در این چند روز هر دایه‌ای آمد سینه‌اش را نگرفت. گریه من از شوق مادرانه است برای شیری که او پذیرفت. تو چرا گریه میکنی؟ سینم خشکیده، اما تا به دهان گرفت همه شیر شد. نامت چیست؟ حلیمه. حلیمه سعدیه. اصلی لومر شزه زعب نکی يهيلي ميشي متسيت هياله يلد يدو ببرخاتو باي ويش له سيمان هيلا كتفشله بعير هاي فشاها زود فتحت هشامش عزورة فتسود هاو مهود سامود يلديها نتسلها من يكود ببعتي هاير أو بمتبار تابسو بعير أو ببعتي هاير لخ 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 ودمار دمار میدانم آسان نیست دل کندن از محمد. هنوز دل میکنم. نمیشد جای بردن محمد دایه بماند. دایه شوهر دارد و فرزند، چگونه بماند؟ کاش اجازه دهید من همراهشان بروم. هم صلاح تو و هم صلاح محمد در این است که او تنها برود. نگران چه هستی؟ این وقت ما بوده. من این خاندان را میشناسم. من هم هر فرصتی را برای دیدارش مهیا میکنم. گمایگی محمد آغاز یک سفر بود و چه شگفت‌انگیز برای همه ما، اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه. باز کنید برای دوری شیاطین و ارواح بد از کودکانتان. باز کنید. خسته راهی؟ کلا راه سختی. نمسه زده. محمد بارشو دهان زمین بزن. برو. چشاتون رو باز نکنید. را بسوزان، تمامی غلات سالهای گذشته را به آتش بسپار. اجازه ندهید حیوانات به چاهای اصلی شهر نزدیک شوند. برای آنها از چاهای خارج از شهر آب بیاورید. تمامی تاجران شهر انبارهای پارچه خود را بگشایند و آنها را میان مردم به قسط تقسیم کنند. حاجب برای گندم به سمت کار خود. اگر مریضی دیدید از مردم جدا کنید. ببین میتوانی چند شتر و اسب برای من مهیا کنی؟ گندم و پارچه آوردم، ناقابل است. خوراک و پوشاک در این روزگار از زر ناب کاراتر است. و چگونه به جبران آن برایم؟ جبرانی در کار نیست. وقتی شما آنچه دارید میان خود و یهودیان به تساوی تقسیم میکنید. تنها عدالت کلیددار کعبه ابراهیم است که مرا به این کار واداشته. فرقی بین ما نیست. اینان ساکنین این دیار و برادران ما هستند. حق همجواری سرنوشت ما را به یکدیگر پیوند داده. این هدیه به پاس نیت توست. برای کودکان این شهر، کودکی که در شب ستاره باران فاران به دنیا آمد و گمانم تو نامش میدانی. چیزی نمیدانم. ارزش کالایت را بگو و سکه‌اش را بگیر. تو میدانی. مشغول شوید. محمد باید فردا به سعدیه برگردد. او تنها نمی رود. تمام کودکان باید مکه را ترک کنند. مشغول شوید. میدانی چقدر محمد را دوست دارم؟ همه عمرم به فراق گذشت. فراق میان مرد دیروزم عبدالله و مرد فردایم محمد. حالا که مادران همه همراه کودکان خود میروند، بگذارید من هم همراه محمد باشم. دوست داشتن طاقت رنج میخواد، چون دوستش داری بگذار ناشناس بماند. این کودک برای همه برکت آورد، ولی سهم خودش کن غیر دوری و رنج، رمزی از عشق. بیشک کسی بیش از من تو را دوست دارم. شو! دور شو! کدام یکیست؟ آن که لباس سفید بر تن دارد. چه می‌خواهید؟ در راه مانده ایم. نان آبی اگر باشد. شیما، برایشان کمی آب بیاور. از آن بچه چه می‌خواهی؟ شافا، چادرهای من همین نزدیکی است. آبتان را بخورید و بروید. همسرم بیمار است. دمی بیاید و شفایش دهد. گفتم بروید. هر چقدر پول بخواهید بهتان میدهیم. فقط شفا. روزگارتان را سیاه میکنم اگر کلامی بیش بگویید. بروید. 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 خدا! زود پدرت رو خبر کن. محمد را به مکی میبرم. او را آماده کن. پیش از سلو میرویم. محمد من، توشه رایتان است. بده به دست پدرت. هیچگاه خود را از او دور نکردیم. حلیمه هیچ زنی را به خانه راه نمیداد. کسی نباید از آمدنش باخبر شود. بگو توشه‌ای مهیا کنند، من او را با خود به جای امنی خواهم برد. آمنه، بعد از رفتن من او را خبر کن. از حارس پذیرایی کن، زود برمیگردم. محمد من، به غار حرا خوش آمدی. با تنهایی عظیمش، با پاکیش و سکوتش. چه بوی خوبی دارد هوای اینجا. در راه تند آمدی، نگران بودم که تو را گم کرده باشم، اما انگار راه اینجا را بهتر میشناختی. دلتنگ مادر هستم، کی میآید؟ اینجا آمده این منتظر او باشیم برای یک سفر. سفر؟ سفری برای دیدار اقوام. مادر و فرزندی که سالها از هم دور بودند در سفری که به دیدار اقوام به یثرب می روند فرصت ظهور و تجلی می یابند. عايش أكفرها هفي عارض لمكة بليل على حسوس حيا ما تعمل كيلو تخشمش له محمد چشم خوش گیده است چشم خوش شده است اطراف میکنیم گیره آب را بگذارید گیره حیوانات و اندهان نسل حیوانات آب از آن بت‌ها میخواهند. در این سرزمین خشک خداوند به فرزند ابراهیم آب را هدیه داد. به او فرمان داد تا کعبه را از سنگ بنا کند و آیین یکتاپرستی به جای بیاورد. مردم این دیار به جای پرستیدن خداوند یکتا فقط کعبه را دیدند. سنگ‌های آن را با خود بردند تا هر طور می‌خواهند بپرستند. این چنین خدای ابراهیم و آیین او را فراموش کردند. و آن آب از جوشیدن ایستاد. روشنای چشم من آمنه هزاران شو که پس از سالها دوری دیدارت نصیبم شد. دوری و دلتنگی بهانه بود برای دیدارتان. چشمان تو یادآور عبدالله است محمد جان. خوش آمدی آمنه. قدمتان مبارک. خوش آمدی. خوش آمدی. برید داخل. بچه ها محمد مهمان شماست. مراقبش باشید. اینجا پدرت خفته. بچه که بودم آرزو می کردم دستم به آسمان برسد و نمی رسید. از میان میوه ها میوه بلندترین شاخه درخت را می خواستم. آن که به آسمان نزدیکتر است، درست مثل آن سیب. اولین بار که پدرت را دیدم، نوبرانه بلندترین شاخه درختی بود که دستی به او نمی رسید. مردی بود زیبا، با وقار و پاک دامن که آفتابی بر چهره داشت. خدا نذر آمنه را پذیرفت و عبدالله را نصیبش کرد. هرچند عمر این وصال فقط 2 ماه بود. مثل خوابی شیرین ها. مادر، برایت سیب آوردم. ساریکه، چشمت را بیشتر باز کن دخترم. سختی راه برای حالتان خوب نیست؟ حالم بهتر است. توان راه را دارم. باید امانت عبدالله را برسانم. بیش از این اصرار نمی کنم. برایتان دعا می کنم. محمد من، اینجا را خانه دوم خود بدان. دلم برای این شهر تنگ می شود. دل ما هم برای تو تنگ می شود. سفرتان بی خطر. حرکت کنید! حرکت کنید! حرکت کنید! باید از حال محمد و آمنه با خبر شدم. در خواب تشنه جرعه‌ای بودم، اما لبان تشنه و بدن بیجان محمد را در آب فرو بردم. تعبیرش رو نمیدانم. آب؟ خلقم جوابی ندارد، دلم هم بی جواب آرام نمیگیرد. تعبیرش رفتن توست، عجله کن. مطلب چرا این همه هراسانی؟ گفتیم شاید حرامیان بازگشتن. راهزنان روز نبودن. روز قبل عده‌ای به کاروان هجوم آوردن، اما نه در پی کالایی. در پی آشکارا به دنبال مادری و کودکی می‌گشتند. محمد، آمنه، آنها کجا هستند؟ در بین راه آمنه حالش بد شد. ناچار او را به روستای عبوا بردیم. عبوا؟ به مهاجمان چه گفتید؟ نام روستا را نبردیم. گفتیم بازگشتن به یثرب. بزرگی کردی. برویم. نگران نباش. بیا. آنچنان میبارید انگار تمامی ندارد، ولی بالاخره تمام شد. حالا ستاره ها می آیند آنقدر پرشمار و بازیگوش که انگار بی پایان، ولی سپیده صبح که می آید عمر آنها نیز به پایان می رسد. این دنیا یک روز تمام می شود، اما تنها چیزی که می ماند محبت و دوستی است. مثل بوی خوش دست تو که از یثرب تا اینجا هنوز همراه توست. تنش خیلی داغ است. تبش نمی‌افتد آقا. تو را به خداوند یکتا می سپارم. إلا درشو عظم الله قلبا وإلوهم هفدي اللهم بس هائم أمر لخم شهاد ما حصد كولا لخم ولو يقرب ناشم بالعضيخم حقيا إلا ما هداشت روض بمكة إشمائل أسر الله حصو هرم هدو هيا عظيم لأشهر بمكة هائم أتاروه شزا مشهرتو هيا عظيم عدد شلانو لورد سها سهر بش بالإش و هدا بار حسن مسترخ لحد حسخ به حخم امها گوی هد شکت شلاخم هی ارشد سترخ لخابت و تلف نشت استرف اتکل حیاب ده سرخ لخابت اتحایش حسد و خل میشی ایلا به اودا میشه سرک اول شمای نفل آل روشو آل دکشو اکیده بت سیدس شلخه گل اد امالو و فقط ملنده ابوطالب پدر محمد مشرکان به رسم جاهلیت به گرد کعبه می‌گردند و این عبادت کهن را با آداب شرک و بت‌پرستی در هم می‌ریختند، اما ما همچنان حج را که میراث ابراهیم خلیل است به آیین او به جا می آوریم. خوش آمدید. فخر میکنم که تاجر بزرگ مکه قدم به خیمه من گذاشته. مرد صحرا و این تجمل؟ راست بگو کجا گنج پیدا کرده؟ پدرت ما را در شأن مکه ندانست. به ناچار مروارید دریا را در بیابان عرضه میکنیم. نه من خریدار آن گوهرم، نه پدرم خریدار وساطت من. ما من خیبر گوهرشناسیم. شنیدم پدرت در بستر بیماری است. اصالتی داشت. امور حجاج را به پسر دیگرش سپرد. شاید موسم حج آینده مانعی برای تجارت ما و مکه نباشد. می شود این سفره اولین سور پیمان ما باشد با بزرگ قریش. برای عیادت پدرم مرا همراهی کن. تنها بگذارید. برای سلامت شما میدهم 10 شتر قربانی کنم. دلم برای گرمی دستان شما تنگ شد. هرچند همیشه شما از من دور بودید، ولی شما پدرید و بزرگ همه. دلم نمیخواهد گرمای دستانتان از من دریغ شود. دل خود بد راه ندهید، کسالتی ناچیز است. نگران محمد هم نباشید، او برای همه ما عزیز است. پدر، شیر داغ است. بخورید، بدنتان را گرم می کند. روزگاری شیر از این کودک دریغ شد. این کودک یگانه محافظت. او بوی پدر نشنید و مزه‌ی شفقت مادر کامل نچشید. او را جگرگوشت بدار. مانند فرزند خودم. اکنون مرگ برایم آسان است. معامله است. از تو فرع پول مرا بیاور، زنت را ببر. ارا بد آوردم، در گله هم مریضی. من نه مریضی میشناسم نه بوز، تو را میشناسم. رفع پول من همین است، پرتش کنید بیرون. ارباب رفت. ارباب صبر کن، فرصت. سلام بر عموی بزرگوار. محمد قد کشیده. سویبه را به بچه‌هایش ببخش. او قول داد در مدت معین 2 برابر پول را پس بده. زنش را هم گروه پول گذاشت. زنش را آزاد کن. او روزی کمک تو را جبران می‌کند. او چگونه؟ او که توان ندارد. آن زمان که برایم کار می‌کرد نان زن و بچه‌اش را می‌دادم. دمع کرد و پول خواست تا خودش کار کند. من تاوان وقت بد او را نمی‌دهم. فرصتی به من بدهید عمو تا قرضش را بپردازم. اگر نتوانستم برای شما کار میکنم. تو؟ چه کسی ضمانت تو را میکند؟ ابو طالب؟ مگر نه اینکه محمد امین است. ضمانتش راستگویی اوست. امروز روز بزرگی است. محمد پا به خانه گذاشته. یک بار برادرزادت چیزی از تو خواسته. بگو در میدان دست نگه دارند. چرا معطلی؟ زنش را برگردانید. صبایب کنیز من بوده. قرار است بابت آزادی او محمد را بیشتر ببینیم. این عهدی است شایسته. پیمانت یادت نرود؟ سر پیمانم هستم. کیستی؟ دختر شماست نه؟ خیلی شبیه شماست. چشمهای قشنگی دارد مثل خودتان. کاش عمرش دراز باشد و بچه هایی بیاورد و چشمهای شما بر زمین باقی بماند. خوش به حال شما که دختر دارید. دختر رحمت است. عبدالعزا چه کالایی در مکه به جای مانده که در کاروانت نیست؟ تنها چیزی که مانده دین محمد است. بابت مادری که آزادش کرد. کاروان بزرگی است. از شمارشان خسته شدم. کور نیستم. محمد را هم با خودش میبرد. مهم نیست. حقش این بود پیشتر محمد را از پدرت میخواستی نه از برادرت، تا اینجور درمانده تصمیم او نشوی. راحتم بگذار. نمیتوانی در پستوی خانه بشینی و لباس الوان بپوشی، خود را بزرگ قریش بدانی. اگر نامیست برازنده چرا بر تن ابوطالب است؟ برو کنیسه و سراغ باروخ را بگیر. بگو این پیغامی است برای ساموئل. اینکت قلوم یا اوکی بوته به آن مازیده پراخم ماریا لبریاتو دخازی لپرغانه بطلالت اونانای ممنونه لبشیاتی جورا آل ایبالتا عربتا؟ گفتند بزرگ این کاروان عرب شما هستی؟ بله. بزرگ این کلیسا خواستند به شکرانه این روز باشکوه مهمانشان شوید با همه همراهانتان. عمو جان دعوت ایشان را بپذیر. این حامی نیازمندان فرزند شماست؟ محمد مانند فرزندی مهربان با ما زندگی می کند. فرزند برادرم است. برادرتان. این هم نشانه است. او تنهاست و چتر خداوند بر سرش. مقصودتان چیست؟ خداوند در کلامش به سرور ما بشارت داد تسلی دهنده دیگری به ما خواهد داد تا پیش ما بماند. به آن تسلی دهنده؟ او کسی است مانند فرزند انسان اما با روح راستی. او بر سرور ما شهادت خواهد داد. بشارت است بر ما روح راستی که جهان او را نمیپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید. او پیش شما میماند و در شما خواهد بود. چون آن روح حق بیاید حقیقت ناب رهبری خواهد کرد، زیرا که او از خود سخن نمیگوید و آنچه را شنیده است بر زبان میراند و خبر از آینده شما میدهد. سلام. خوش آمدی مرد جوان. سلام. چرا با آنها طوری رفتار نمی‌شود که برای خود می‌پسندند؟ گناه از ماست. این منصب برپا شده است تا بخشایش بطلبیم برای گناهکاران، حالان که گناه همان قفلت است از بیپناهان. و اما سخن شما غبار از آینه کلام پیشینیان می‌گیرد. مسیح فرموده است با مردم همان کنید که می‌خواهید ایشان با شما کنید. این هم نشانه است مرد جوان که نگاهت از این عبادتگاه و شکوهش می‌گذرد و ردی از انسان و رنجهایش می‌جوید، آنگونه که خدا می‌خواهد. این کلام هم همون کلام مسیح است به زبان دیگر. نخستین تعلیم ما آن است بدانی خدای تو خدای یگانه است. خدا را کجا می‌یابید؟ در دل‌های شکسته. بگویید خوشا و خجسته باد او که با نام خداوند می‌آید. در این گوشه عالم بیش از هر جای دیگری فرستادگانی از جانب خداوند آمدند. من قرائنی دیدم در این سرزمین از کینه قومی که هرگز برگزیدگان خویش را تاب نیاورده است. آنها به زبان منجی را طلب می کنند و به دل وحشت دارند. به سوتهای کوچک خو کرده اند و از براشفتن جهانشان می هراسند. همه از سر جهل می ترسند منجی بیاید و انبیا و کتب پیشین را باطل کند. نمی دانند که او نه به ابطال که به تکمیل می آید. ظهور او پر از نشانه هاست. یکی از آن نشانه ها را بگو. یکی نشانی که میان دو کتف خود دارد. دیده ای؟ آری. میدانی چیست؟ نشان نبوت. گوش کنید، این راه پرخطر است. سفر را همینجا رها کنید. به شام نروید. به مکه باز کردید و از او محافظت کنید. و هر آنچه از کاروان برایتان بماند. باید از زمین مصر خارج شوند تا سپاه حکومت هم نتواند آنان را حمایت کند. گفتید تصفیه حساب قومی قبیله‌ای است و کسی نباید زنده بماند. پس از مال آنها چه می‌خواهید؟ تنها نجات گمشده‌ای از میان ما. سلام رشتای مصر شنا شاف جزمان های مطمئنی و شفرک علت سلط عناشم شلی تدرشه الهی مامار لموش نشلا لخانوی مخم معاهم شلخم تشمعولو و از ما نیست اشمول نیمود آگ. گفته بودی تنها مردان عرب حامیشان هستند، نه این سپاه رومیان. اینان پرقدرتند و کاراز بوده. این را به جایی نمیرسد. نفرات بیشتری اجیر کن. بماند بعد از نبرد. بین خودمان بماند. با 3 نفر از کمانداران از جلو بروید و مردانی را برای نبرد اجیر کنید. اگر کسی نیامد در تنگه کوهستان منتظر بمانید. برو. شماها سایه به سایه پشت سر کاروان بروید. حرکت می‌کنیم. بحیرا چه تدبیر خوبی اندیشید که ما دیرتر از کاروان اصلی دیر را ترک کنیم. بعد از نبرد از بیره‌ها در بیراهه سوارش را کجا با نهاده و گریخته؟ هیچ اسبی سوارش را نمیگذارد و بگریزد، مگر آنکه سوار خود گریخته باشد. میمانیم. موتورها را بخوابانید. مردان شما کجا هستند؟ دریا؟ نه. زخمی است. طاقت سفر ندارد. آنها را کجا بیابم؟ هرچه داری میانشان تقسیم کنید. ما را همان اندازه بس از تا به قدیر برسیم. پدر جان، پیامبر شما را می‌خواند. محمد پیامبر خدا مأموریت یافته تا پیام پروردگار را به بانگی بلند به شما برساند. پیام خدا بر محمد که سلام و درود بر او باد این است: عهدنامه تحریم مسلمانان دیگر باقی نیست. همان پیمان‌نامه‌ای که سران قریش بر آن مهر نهادند. پسر عبدالمطلب پیمان‌نامه را او نبسته تا بخواهد رأی به اتمامش بدهد. قبایل قریش بزرگانی دارند، خدایانی دارند. کجاست خدای نادیده محمد که جرأت کند در مقابل خدایان ما بایستد؟ لات و عزی و هبل برای این مردم برکت و امنیت آوردند. خدای محمد برای پیروانش چه آورده جز فقر و فلاکت و گرسنگی و مرگ؟ پسران عبدالمطلب، همین بود واگویه‌های مردی که از جانب خدا حرف می‌زند؟ پیر و جوان، زن و کودک را به میدان کشانده اید که پیمان‌نامه قریش را بی‌اعتبار کنید؟ در ملأ عام بگویید کو حجت شما؟ کو حرفی که بشنیدن بیارزد؟ و چون حجتی ندارند پس بدان ابوطالب، پایان این پیمان نامه زبانی است که من بخواهم، که بزرگان قریش بخواهند. اگر جز این باشد پاسخ مکه به شب جنگ است و شمشیر. با کدام پیمان نامه بیرق جنگ و ستیز برافراشته اید که را سران خود نمیخواهید پیش از آلودن دست ها بخون پیمان نامه ای را که در خفا نوشتند بر شما آشکار کنند؟ شاید به راستی مردم را محرم خود نمیدانید. خداوند بر فرستاده‌اش وحی کرده پیمان نامه ای بر جا نیست. موریان ها آن را نابود کردند. اگر جز این است آشکارش کنید. این عهدی است آشکار. کسی جز ساحران از عهدنامه سربسته با خبر است. عصای موسی را هم چوب ساحلی دانستند، باورش نکردند، جادوگرش نامیدند. ولی او پیام آور خدا بود. جز خداوند یکتا همه چیز باطل است و فناپذیر. ای مردم، این را نشانه دعوت حق بشمارید و به خدایی رو کنید که بی همتاست و نامش پایدار. من پیمان نامه ای نمیبینم که معامله پدر به مادرم. نشانه پیروزی آنهاست ابو سفیان. بیش از این تردید نکن، تیغ تو هنوز میبارد. ابو طالب حامی محمد است، کاری نمیتوان کرد. محمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.